داستان‌های فارسی، داستان اسب و الاغ. یکی بود یکی نبود، در کلبه قدیمی در کنار رودخانه مرد رهشویی با اسب و الاغش زندگی میکرد. اوه، امروز چقدر طولانی بود، خیلی خسته شدم. چرا اینقدر خسته ای؟ این من بودم که همه بارا رو حمل کردم، در حالی که تو فقط صاحب تو سوار کردی. خب بس دیگه، اینقدر غرغر نکن، بگیر بخواب. اما حق با الاغ بود. مرد رخشوی هر روز صبح لباسای تمیز و شسته رو به دهکده مجاور می برد و لباسای کثیفی رو که باید می شست غروب با خودش به دهکده می برد. ما چون به راه‌های دور می رفت، مجبور بود خودش سوار اسب بشه و لباسا رو روی الاغ بار کنه. الاغ بیچاره زندگی سخت و عصبانی داشت. آقا، امروز لباس نشسته دارید؟ اوه، چه خوب شد اومدی. برادرم دیروز با زن و بچهش اومدن اینجا. یه مقدار لباس کثیف هست که باید شسته بشن. بله قربان، اشکالی نداره، تا فردا لباسهای تمیز رو بهتون تحویل میدم. ممنونم. خانم، لباس کثیف دارین؟ آو هنری، نبه هم برای تعطیلات اومدن اینجا، تمام مدت روز و بازی میکنن و لباساشون رو کثیف میکنن. باید بگم که کلی لباس شستنی هست که تو باید بشوری تا تمیز شن. اشکالی نداره خانم، تا فردا لباسای تمیز رو براتون میارم. خانم، لباس کثیف دارین؟ آه، بله، من دیروز نظافت کردم. پرده ها رو باید کاملا بشوری. میتونی تا فردا به هم تحویل بدی؟ مشکلی نیست خانم، تا فردا بهتون تحویل میدم. ما به این ترتیب مرد رخشوی از این خونه به اون خونه رفت و رختای چرک و برگ شستن جمع آوری کرد. به نظر می رسید که هر کسی که مهمونی یا ضیافتی داشته مقداری هم رخت برای شستن داره. مرد رخشوی همه این رختای کثیف و بار الاغ بیچاره کرد. خدای من، امروز چقدر بخچه هست. این همه بارو چطوری روی این حیوان بیچاره بذارم؟ باید کنار الاغ راه برم و مراقب باشم تا بقچه ها توی راه نیفتن روی زمین. خیلی باید مراقب باشم. بنابراین مرد رخشوی به جای اینکه سوار اسب بشه، تمام طول راه و کنار الاغ پیاده راه رفت. الاغ بیچاره برای راه رفتن تلاش میکرد. انقدر بار سنگین بود که میترسید نتونه ادامه بده و بیفته. روز گرمی بود و مرد رخشوی هم خیلی خسته شده بود. آه خدای من، چه روز گرمی. این پیاده رویم منو حسابی خسته کرده. با این که خیلی کار دارم، ولی باید یه کمی استراحت کنم. آره، هی اسب. چه میگی؟ امروز انقدر بار سنگین رو منه که احساس میکنم پشتم داره میشکنه. امروز حتی اربابم سوارت نشد. خواهش میکنم یکم از بارای منو تو بیار، میتونی؟ معلومه که نه، من کارم سوار کردن اربابه، کار تو حمل کردن باره. این خیلی واضح و ساده است. دوست بیچاره من، منو ببخش حیوان زبون بسته. من نباید اینقدر بخچه بار تو میکردم. چرا یه مقدار رو روی اسب نذاشتم؟ منو ببخشید دوست عزیزم.
آه، متاسفم. میدونم که درک میکنی. این الاغ پیره. امروز باید استراحت کنه. دوست عزیز من، این سزای منه. اگه اینقدر خودخواه نبودم، شاید الان نصف بارو بیشتر حمله میکردم. ولی خوب، به خاطر خودخواهی و خودپسندیم، حالا باید تمام بارو به تنهایی رو پشتم تحمل کنم. بچه ها، همونطور که دیدین، بهتر در بار زندگی با هم شریک باشیم. به دوستانمون کمک کنیم و با هم کار کنیم. بنابراین بار مسئولیت روی دوش یه نفر سنگینی نمی کنه و کارها با سرعت و شادی بیشتری انجام می شن. خر تنبل. روزی روزگاری تاجری در دهکده کوچک زندگی می کرد. اون چیزهای گوناگونی رو در بازار می فروخت تا پولی به دست بیاره. مرد تاجر همیشه کیسه های بارها رو پشت خرش میذاشت و اونها رو به بازار میبرد و میفروخت. تاجر از خرش خوب مراقبت میکرد. اون میدونست که اون خر چقدر برای کسب و کارش اهمیت داره. پس همیشه خرش رو تمیز و سالم نگه میداشت. بهش غذا میداد. خر جوان و قوی بود. میتونست بارهای زیادی رو بر پشتش به بازار ببره. اما یه کمی هم تنبل بود. اصلا دلش نمیخواست کار کنه. فقط دوست داشت یه جا بشینه، بخوره و بخوابه. دوباره باید بریم بازار. ارباب باید چند روزی بهم استراحت بده. من عاشق تعطیلاتم. وای، شاید اون به استراحت نیاز نداشته باشه، اما من دارم. اما خر نمیفهمید که تاجر نمیتونه به تعطیلات بره. اگر تاجر به بازار نمی رفت، پولی هم به دست نمی آورد و بعد هیچ غذایی هم نداشتن، حتی برای خود خر. بسته به نیاز بازار، تاجر هر روز چیزهای مختلفی می فروخت. حبوبات، غلات، سبزیجات، ادویه‌جات و حتی میوه. اون هر روز خرش رو به بازار می برد. هر روز برای رسیدن به بازار باید از رودخونه رد می شدن. تاجر هنگام عبور از رودخونه خیلی مراقب خرش بود. روزی یکی از دوستاش بهش گفت که درخواست برای نمک تو بازار زیاد شده. پس که اینطور. خیلی خوب، من خیلی زود فروش نمک رو شروع میکنم. ممنونم که بهم اطلاع دادی دوست من. طولی نکشید که تاجر 12 کیسه نمک رو برای فروش آماده کرد و 6 تا از اونا رو آورد و دونه دونه پشت خرش گذاشت. اما بعد فهمید کیسه ها خیلی دارن سنگین میشن و خر نمیتونه راه بره. آخه، حیوان بیچاره. خیلی باید براش سنگین بشه. بیا، یکی از کیسه ها رو بر میدارم. حالا بهتر شد. تاجر که نمیخواست خرش آسیب ببینه، یکی از کیسه ها رو از پشتش برداشت. با این حال باز هم خر آماده ی راه افتادن نبود. تاجر مراقب خرش بود، اما اینم خوب میدونست که خرش چقدر تنبله. بنابراین چوبی رو برداشت و به خر زد. بسه دیگه، راه بیفت. انقدر تنبل نباش. به اندازه کافی خوردی و خوابیدی. باید بریم بازار. زود باش. اون روز تاجر تمام نمک ها رو در بازار فروخت. دمش گرم، حق با دوستم بود. آره، درخواست نمک هر روز داره بیشتر میشه. تاجر دیگه هر روز نمک میفروخت. کیسه های نمک رو پر میکرد و پشت خر میذاشت. خر مجبور بود گاهی 5 کیسه و گاهی هم 6 کیسه رو با خودش به بازار ببره. با اینکه اصلا خوشحال نبود، ولی هر وقت به خونه می رسید خیالش راحت می شد. چون تاجر تمام کیسه های نمک رو می فروخت و دیگه کیسه ای نمی مون تا دوباره با خودش برگردونه. چند روزی گذشت. سپس روزی تاجر 6 کیسه پشت خر گذاشت و به سمت بازار رفت. همین که میخواستن از رودخونه رد بشن، تاجر متوجه شد که آب کمی بالا اومده. امروز باید آهسته تر رد بشیم.
نمیخوام سر بخوریم و یه وقت بیفتیم تو این آب خروشان. نصف رودخونه رو رد شده بودن که ناگهان خر از روی سنگ بزرگ خورد و تالا بیفته توی رودخونه. اخ نه، چرا اینجوری شد؟ تاجر سعی کرد تا خر رو یه جوری از آب بیرون بکشه و از رودخونه رد کنه. خر ترسیده بود و شوکه شده بود، اما ناگهان چیزی حس کرد. ایوان، کیسه ها هنوز پشتم هستن. بچه را حس میکنم هیچی رو پشتم نیست. آها، این رودخونه قدرت جادویی داره. ایوان. اونچه که خر نمیدونست این بود که هیچ جادویی در رودخونه وجود نداره. وقتی افتاد، آب همه نمک های توی کیسه ها رو در خودش حل کرد و به همین دلیل خر احساس کرد چیزی روی پشتش نیست. حالا دیگه هیچ نمکی در کیسه ها نمونده بود. وای، همه یه تلاشم به هدر رفت. نمیدونم حالا باید چی بفروشم. بازم خدا رو شکر که خرم آسیبی ندید. حالا دیگه دلیلی نداره برم بازار. خب، بهتره برگردم خونه. هیچ باری رو پشتم نیست. این یعنی نباید کار کنم. این واقعا جادویه. ایول. خر بعد از اینکه سفرشون رو نیمه کار گذاشت، تمام روز رو به خودش اختصاص داد. کل روز رو خورد و خوابید. خیلی خوشحال بود. روز بعد تاجر دوباره 6 کیسه پشت خر گذاشت و دوباره راهی بازار شدن. دیروز خیلی خوش گذشت، اما امروز دوباره باید کار کنم. صبر کن ببینم، میتونم کار نکنم. میتونم بار رو پشتم رو سبک کنم و برگردم خونه، درست مثل دیروز. آب قدرت جادویی داره، مطمئنم دوباره کمکم میکنه. آره. تاجر بی خبر از نقشه خر به سمت بازار به راه افتاد. همین که به رودخونه رسیدن، خر به جلو دوید و قبل از اینکه تاجر بتونه جلوشو بگیره، رفت و درست همونجایی که افتاده بود نشست. داری چی کار میکنی خر احمق؟ ای بلند شو، زود باش. اما خیلی دیر شده بود. نمک های روی پشت خر دوباره توی آب حل شدن. دیگه باری نبود و حالا خر خوشحال بود. همینه، نه باری هست نه کاری. چطور ممکنه؟ صبر کن ببینم. این خر از قصد رفت توی رودخونه نشست. آره، عجب حیوان تنبلیه. این همه ازش مراقبت کردم و اینجوری جوابمو داد. بذار ببرمش خونه. آره، بذار ببرمش خونه. اون وقت میدونم باید باش چی کار کنم. خر با خودش فکر کرد راه خوبی برای در رفتن از کار پیدا کرده، اما تاجر نقشه دیگه ای داشت. صبح روز بعد تاجر 8 کیسه پشت خر گذاشت، اما خر شکایتی نکرد. 8 کیسه؟ اما چرا نمیتونم بارو احساس کنم؟ چه اهمیتی داره؟ بذار ارباب هر چند تا کیسه که دلش میخواد بذاره پشتم. به هر حال من که بازار نمیرم. ایول. تاجر بدون اینکه حرفی بزنه خر رو به بازار برد. اینم از جادوی من. وقتی داشتن از رودخونه رد میشدن، خر دوباره در همون نقطه افتاد و نشست توی آب. اما امروز دیگه تاجر خرش رو بلند نکرد. همین که خر میخواست بلند بشه، ناگهان نه، پشتم. چه اتفاقی افتاد؟ چرا پشتم اینقدر سنگین شده؟ نه ایول. تاجر مرد باهوشی بود. میدونست خرش میخواد دوباره به اون کلک بزنه. بنابراین این دفعه به جای نمک، پنبه روی پشت خر گذاشت. همین که خر توی آب نشست، پنبه آب رو جذب کرد و سنگین تر شد. فکر کردی میتونی بهم کلک بزنی؟ حالا باید با این 8 کیسه تا بازار بری و بعدش برگردی خونه. آره. آی نه، خیلی سنگینه، پشتم. خر فهمید که آب به هیچ وجه سحرآمیز نیست و بعد اون 8 کیسه رو با خودش به بازار برد و به خونه برگشت. از اون روز به بعد
خر دیگه جرأت نداشت توی آب بشینه.